خیلی خیلی شایعه راجع به شما زیاد هست، این دلیلش چیه؟ منو که تقریبا هر یه سال دو بار میکشن. مثلا یه بار تو بهار میکشن، یه بار مثلا آخر فاصله پاییز و آره فصل بیکاریمونه. پس بنابراین نشستیم تو خونه. البته من که الان دو سالی که به دلیل درگیری با بیماری های مختلفی که داشتم، سه تا از رگای قلبم بسته شده بود، کلیه ها هر جفتش رو از دست داده بودم، یعنی تو 94 دیالیز می شدم، از اردیبهشت 95 پیوند کلیه کردم تا الان که در خدمتتون هستم. اینم ما نفهمیدیم بالاخره از رو دوست داشتن میکشنمون یا از رو دوست نداشتن. دلشون میخواد واقعا نباشی یا وقتی نیستیم دلشون تنگ میشه. مثل اون عکس یادگاری هست تو بیمارستان، ما افتادیم 7-8 لوله و شیلنگ هم وصله بهمون، دوتا اینور دوتا اینور. بعد شما فکر کن مثلا یه بالاخره سروم تو این دسته، یه دونه ندم دوباره سروم تو ندم، چون خوابیدیم دراز کش رو به هوا، یه این اتاق بغلی اومدن سر بزنن فک فامیلاش، یکیشون میفهمه که این تخت اونوریه تو این اتاق بغلی، بابا به جان خودم اکا عربدی بود، مگر من که تو رو دروغ نمیگم، ببریم نگاه کن دیگه خوابیده، اصلا خور رو خورش همونه، بیال خور رو خورش همونه. آره میان و قربان شد. بعد اکبر آقا چیزی نی حل نشید، دکتر نیست. چشم بای کردم، بله سلام علیکم، سلام به روی ماهت. یهو میاد ماچو به چسبونه، میگه نکن این کارا، نباید من ماچ کنم و کسی رو ماچ کنم. آقا مسئله اینی من مریض میشم، بی خیال هم نداره، من حاضرم جای شما بخوابم، مثلا این حرفان این ماچو فلا اینا. خب قربان شما ما آره ما مریضمون اون اتاقه. گفتم اکبر آقا من تخت شما رو بیارم بالا؟ نه اجازه نه چیزی داره، اون یکی میاره بالا رفیقش. بسه؟ نه دوباره بیار، من یه نگاه کنم این اندازه شدم، بیار بازم بیار بالا، این بیار بالاتر. آها اکبر آقا این لباس بیمارستان میخوره زایی است دیگه، نه خودتونم دوست نداری، لباس های شما رو من از تو کمد در آوردم، لباس ها رو در آورده به زور اونا رو دست تن ما میکنه. میاد میشین رو تخت، به اونم میگه بی بشین اول یه سلفی بگیریم. من نمیدونم سلفی رو کدوم بی همه چیزی اختراع کرد، من نمیدونم این سلفی بیچاره کرده همه ما رو. آره واقعا خدا لعنتش کنه که سلفی رو اختراع. رفتیم قبرستون سر قبر بابامو یاریم بگه اکبر آقا یه سلفی. بابا الان مثلا ما بیزرهاییم، هر جا هستی کاری ندارم، یه سلفی تو راه شما رفتیم دستشوی، حالا اومدیم با بدبختی داریم یارو داره فیلم میگیم. یه موقع چی کار میکنیم؟ میگه حالا سلفی هم بیریم. اکبر آقا همون جوری باش، ناراحت نبا، از نظر من مسئله نیست، از نظر تو مسئله نیست. خب من سوالم یادم رفت اصلا. این که شایعه میکنن. آه شایعه راجعه شایعه بود. خیلی ممنون که من سوال آره. کوتاه جواب کوتاه. اون دوتار هم تو بیمارستان ولیچون کردیم اومدیم. خلاصه ما رو باید بدبختی عکس ها رو میگیرن تموم میشه. اکبر آقا اینشالله که خوب بشه. میگم مریض شما هم میجور. اون عمره که کرده. ما اومدیم دنبال وراثت. امضا بگیریم اکبر آقا. راحت به خدا شما رو نجات بده بابا. اینا که هستن دیگه، بالاخره اینا میبین میدن، اینا دیگه رفتنی هن. خیلی ممنون، چه خوب شد اومدین به اونم سر زدین، خیلی خوب شد. میرن و میایی بخوابی، دوباره خانمه میاد، اینا رو کی به هم بشت؟ به خودم رو به هم ریختیم، شاید به جایی گیر کرده فلان اینا. کسی باید تو این اتاق نه فکر نکنم و
بعد دوباره میان. اکبر آقا اونو خراب شد، یکم تار شد، ولی من در رو قفل کردم این دفعه. اون خانمه نمیاد، خیالت راحت باشه، یه سلفی هم تش باز با هم میگیریم. آره درست میگن، واقعا همینجوری. یه وقتایی دیگه عذابه. خیلی آدم شوخی هستی و اینو همه میدونیم و چقدر شیرین و چقدر شیرین و همین اندازه جنبه شوخی هم داری. چرا دارم، ولی به حق باشه. به من گفتن که جان مادرت میری، به کسی چیزی نگو، با شریفینیا در نیوف. گفتم بابا شریفینیا، من و شریفینیا مثل تام و جریم، نه با هم میتونیم باشیم، نه بدون هم میتونیم باشیم. اینه که قربان شما. بعدم ما دیگه خمس و زکات کارمون همینه، از ما میخوان. مثلا هیچ وقت به سلمونی شما نمیتونی بگی تو پیاده رو یا توی مترو قربون این سر من آلمانی بزن، ولی همه یه فیلمایی که ما بازی کردیم و تقاضا میکنن تو خیابون، سر چراغ قرمز، تو ختمی جایی اگه هستیم، بیمارستانی جایی اگه هستیم، اینو دوباره ما آدم برفی بشیم. دوباره یه تیکه مادر اکبر آقا این مادر شما واقعا، میگم آقا مادر من پیره، مادر من واقعا چی؟ میگه نه فیلم مادرت من عرض کردم. گفتم اگه فیلم مادر من اومده بیرون، میگم اگه فیلم مادر من اومده بیرون، میگه نه آقا فیلم سینماییش من دارم میگم دیگه. میگم خب دست شما درد نکن. البته روز مادرها بود، علل خصوص به مادر خودم، دوتا خاله های عزیزم و همه مادرها، تو پرانتز مادرهای سیده، این روزا رو تبریک میگم انشالله که. یه خانمی میگفت به نظر من همه یه روزا باید روز مادر باشه. بله درسته، انشالله که اونایی که نشدن بشن، اونایی که ندارن خدا رحمت کنه، اونایی که دارن خدا براشون نگه داره. ما هم یه مادری داریم که نه متاسفانه من میتونم به دلیل شرایطم برم سر بزنم. یه مدت که اصلا تفیلی میمود از پشت شیشه میدید، چون من ملاقات ممنوع بودم دیگه. انشالله این برنامه قبل از عید داره ضبط میشه 100%. تا یکی دو روز آینده میریم و به دستپاش میفتیم و عذرخواهی میکنیم که چرا دو سه ماهه نیاد باشیم. با کارگردانهای بزرگی کار کردین، علی حاتمی، زنده‌یاد، تقوایی و و و همه کارگردانهای خوب.